سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز میخوام براتون تاریخچه و داستان بازی استریت فایتر رو تعریف کنم. اگه فقط بشه یه بازی مبارزه با مورتال کمبات مقایسه کرد، اون استریت فایتره. در دهه 90 میلادی که هنوز مورتال کمبات چندان مطرح نشده بود، این شاهکار کپکام یک که تازه میکرد. از مهمترین دلایل موفقیت فرانچایز استریت فایتر میشه به مواردی مثل کاراکترهای دوست داشتنی، صداگذاری صحیح و پیشقدم بودن اشاره کرد. جالبه بدونید محبوب ترین کاراکتر بازی‌های مبارزه‌ای ریوه. اگه براتون سوال اسکورپیون چندمه، باید بگم که دوم. خیلی وقت بود می‌خواستم تاریخچه استریت فایتر رو براتون درست کنم، اما داستان و تایملاین بازی به شدت پیچیده بود. کلاً نمی‌دونم چرا کپکام علاقه داره بازی‌ها رو پس و پیش عرضه کنه. مثلا آخرین نسخه از استریت فایتر، یعنی نسخه پنجم، اتفاقاتش بعد از استریت فایتر 4 و قبل از استریت فایتر 3 رخ میده. اگه یادتون باشه دیویل میکرای هم همین مسخره بازی رو داشت. در ضمن تایملاین بازی کاملا با انیمیشن و کمیک بوک ها جداست و برای همین ما با اونا کاری نداریم. خب بدون اینکه وقت بیشتری رو هدر بدیم بیاید شروع کنیم. اصل داستان ما جایی شروع میشه که یه استاد هنرهای رزمی در ژاپن به اسم گوتتسو دوتا برادر رو شروع به تعلیم دادن میکنه، یعنی آکوما و گوکن. این دوتا برادر دارای انرژی درونی خاصی بودن که البته کاملا ضد هم بودن. گوکن انرژی روشنایی داشت و آکوما انرژی تاریکی. آکوما استاد خودش رو به مبارزه دعوت میکنه و میتونه اونو بکشه. البته گوتتسو از اینکه به دست دانش آموزش مرده اصلا ناراحت نیست و خیلی هم خوشحاله که آکوما اونقدر مهارت پیدا کرده که تونسته همچین کاریو بکنه. بعدش آکوما با برادرش گوکن مبارزه میکنه که شکست میخوره و بعد قسم میخوره یه روز دوباره برمیگرده. سالها از این موضوع میگذره و گوکن دوتا بچه یتیمو به سرپرستی قبول میکنه و تعلیم میده، یعنی ریو و کن، دوتا شخصیت آیکونیک استریت فایتر. 20 سال بعد اولین بازی استریت فایتر شروع میشه، جایی که در تایلند یه مبارز مویتای قدرتمند به اسم ساگات یه تورنمنت برگزار میکنه تا به بهترین رزمیکارا مبارزه کنه. ریو تصمیم میگیره به این مسابقات وارد بشه. یه سری مسابقات هم در آمریکا برگزار میشن که کن به اونا وارد میشه. هر دوی این دو نفر به فینال مسابقات خودشون میرسن. کن به راحتی برنده میشه، اما ریو که هنوز خیلی جوونه اول به شدت از ساگات کتک میخوره و روی زمین میافته. ساگات از روی جوانمردی میخواد دست ریو رو بگیره و بلندش کنه که انرژی تاریک درون ریو به وجود میاد و اون یه مشت به ساگات میزنه و اونو شکست میده. زخم معروف ساگات روی سینه‌اش به خاطر همین مشته. ریو مسابقات رو با نامردی میبره و این موضوع باعث میشه که خودش از انرژی که برای اولین بار توی وجودش ایجاد شده بترسه. ساگات که از این شکست خیلی عصبی شده توسط مستر بایسن به خدمت گرفته میشه. وقتی کن و ریو به خونه برمیگردن متوجه میشن که استاد و پدر خوندشون کشته شده. توسط کی؟ آکوما، برادرش که قول داده بود برمیگرده. استریت فایتر آلفای 2. این بازی مثل سری قبل توش تورنمنت برگزار نمیشه. فقط کاراکترها توی دنیا میچرخن و با هم درگیر میشن. به طور کلی دوتا داستان توی این سری شکل میگیره. بعد از شکست دادن ساگات حالا همه میخوان با ریو مبارزه کنن، ولی اون به جزیره آکوما میره تا انتقام استادشو بگیره. آکوما نسبت به انرژی تاریک که درون ریو پدیدار شده علاقه‌منده و به اون میگه که این انرژی نهایت قدرت تو رو ایجاد میکنه و برای همین سعی کن که اونو در آغوش بکشی، نه اینکه پس بزنی. بعدش با یه مشت جزیره رو خراب میکنه و به ریو میگه هر وقت به اندازه کافی قوی شدی برگرد. اما همین موقع یه شخصیت منفی به اسم مستر بایسن ظهور میکنه که میخواد دنیا رو به دست بگیره. اون یه انجمن خلافکار به اسم شادولو داره که افرادی مثل ساگات، فنگ، وگا و بالروگ عضوش هستن. یکی از سربازای نیروی هوایی آمریکا به اسم چارلی مأمور شده تا مستر بایسن رو دستگیر کنه. توی این راه چونلی هم میخواد از مستر بایسن انتقام بگیره، چرا که اون مسئول مرگ پدرشه. ریو به ایتالیا میره و اونجا با زنی به اسم روز که یه پیشگوه ملاقات میکنه. روز بهش میگه که تو باید با یه مرد اسرارآمیز مبارزه کنی. در ضمن بایسن میخواد ریو رو دستگیر کنه و از بدن اون به عنوان کالبد خودش استفاده کنه، چرا که بایسن متوجه پتانسیل نیروی تاریک ریو شده. اما قبل از این اتفاق چارلی میتونه بایسن رو گیر بندازه و باهاش مبارزه کنه، اما وقتی اونو تقریبا شکست میده، هلیکوپتری که برای دستگیری بایسن اومده بود به خود چارلی تیر میزنه و مشخص میشه بایسن ارتشو هم فاسد کرده. چارلی توی رودخونه میفته و ظاهرا میمیره. بایسن موفق میشه ریو رو دستگیر کنه و بعد از کلی شکنجه و تزریق انرژی تاریک اونو شستشوی مغزی بده تا ریو به نهایت قدرت خودش برسه. در آخر این بازی ساگات از شادولو خارج میشه، چرا که فهمید کار این گروه اشتباهه. استریت فایتر آلفا 3.
توی این بازی معلوم میشه که بایسن یه وسیله کشتار جمعی به اسم سایکو درایو ساخته که قادره با شلیک لیزر یه شهر رو نابود کنه. همه مبارزای استریت فایتر با هم متحد میشن تا جلوی اونو بگیرن. گایل دوست چارلی میفهمه اون هنوز زنده است و دستگیر شده. گایل چارلی رو نجات میده و بعد دوتایی سایکو درایو رو نابود میکنن. مستر بایسن و ریوی شستشوی مغزی داده شده با ساگات، کن و ساکورا مبارزه میکنن. ساگات میتونه ریو رو شکست بده و اینطوری ریو کنترل خودش رو به دست میاره. ریو با بایسن مبارزه میکنه و بالاخره اونا میکشه. اما چیزی که نمیدونست این بود که روح بایسن نابود نشده و بدن روز رو تسخیر میکنه. در این مدت دانشمندای شادولی تلاش میکنن یک کلون برای بایسن درست کنن. سوپر استریت فایتر 2 توربو. این بازی محبوب ترین نسخه از فرانچایزه، اما متاسفانه از جزئیات داستان چیز مشخص نیست. معلوم میشه که یکی از کلون‌های بایسن ساخته شده و روح به اون کلون منتقل میشه و اینطوری بایسن دوباره مسئول شادولو میشه و یه تورنمنت برگزار میکنه. هدف اون اینه که تمام شرکت کننده ها رو شستشوی مغزی بده و از قدرت اونا برای تصرف دنیا استفاده کنه. اما در اصل بایسن میخواد آکوما رو از اختفا در بیاره و بدن اونا مورد آزمایش قرار بده و بعد کنترلش رو به دست بگیره. آکوما خودش رو نشون میده و با بایسن مبارزه میکنه و ظاهرا میتونه اونو بکشه. تمام پایان های دیگه کاراکتر توی این بازی کنن نیستن و برای همین به اونا اشاره نمیکنیم. اولترا استریت فایتر 4. درسته، استریت فایتر 4 همونطور که گفتم قبل از سه صورت گرفته. توی این بازی مشخص میشه که استاد ریوکن یعنی گوکن از حمله آکوما نمرده و هنوز زنده است. در ضمن بایسن هم باز از یه دونه دیگه از کلونهاش استفاده کرده و برگشته. اما چیزی که باید بدونید اینه که این بار اون شخصیت منفی اصلی بازی نیست. توی قسمت‌های قبل وقتی که چارلی داشت تأسیسات بایسن رو بررسی می‌کرد یکی از کلون‌هاش فرار می‌کنه. اسم این کلون سس. سس وقتی می‌فهمه واقعاً چه کسیه، یه انجمن خلاف اسم سین درست می‌کنه. اون یه تورنمنت برگزار می‌کنه و نقشه داره که تمام حرکات مبارزهای دیگه مخصوصاً ریو رو یاد بگیره و با کپی کردن اونا به قدری قوی بشه که دنیا رو فتح کنه. منطقاً بایسن از این موضوع خوشش نمیاد. اون توی تورنمنت شرکت میکنه و بعد از مبارزه با سس اونو میکشه. بعد از این اتفاق یکی از افراد سس یعنی جوری به بایسن ملحق میشه. در آخر آکوما و گوکن دوباره با هم مبارزه میکنن، اما این بار سر این موضوع که کدوم یکی از اونا میتونه صاحب روح ریو بشه. آکوما شکست میخوره و اینطوری ریو میتونه به تاریکی درون خودش غلبه کنه. آهان، راستی توی قسمت از بازی النا آکوما رو راضی میکنه تا باهاش سلفی بگیره. استریت فایتر 5. داستان این بازی بین استریت فایتر 4 و 3 صورت میگیره. همون اول ما چارلی رو میبینیم که توی آرامگاه بیدار میشه و بعد یه زن جوان به اسم هلن راهنماییش میکنه تا یه آیتم خاصی از دوستش گایل بگیره که بهش کمک میکنه بایسن رو شکست بده. در همین حین یه دانشمند دیوونه به اسم فنگ جانشین ساگات توی شادولو شده. اون نقشه ریخته که با استفاده از یه سری ماهواره که دور زمین میچرخن که بلک مون نام دارن در زمین یه سری انفجار رخ بده. اینطوری ناامیدی و ترس همه جا پخش میشه. قدرت بایسن از ناامیدی و ترس سرچشمه میگیره و برای همین اینطوری اون افرادش نیروی خیلی زیادی به دست میارن و کسی نمیتونه جلوشونو بگیره. رشید به مقر شادولو نفوذ میکنه تا یکی از دوستاش که دزدیده شده بود و نجات بده، اما توسط فنگ پیدا میشه و شکست میخوره. فنگ یه آیتم که مال رشید بود و میدوسته و با استفاده از اون یکی از ماهواره های بلک مون رو منفجر میکنه که یه موج الکترونیکی عظیم بالای شهر نیویورک درست میشه. چونگلی و گایل میخوان جلوی افراد بایسن رو بگیرن که چارلی بهشون حمله میکنه و میخواد یه سری آیتم که در اختیارشون هست رو بگیره. در واقع همونایی که هلن گفته بود برای شکست بایسن بهشون نیازه. چارلی پیش هلن برمیگرده که موفق شده جوری و رشید هم قانع کنه و با چارلی متحد بشن و آیتم ها رو به دست بیارن. اون میگه این آیتم ها کلید هایی هستن که ماهواره ها رو کنترل میکنن. این آیتم ها رو به افراد مشخصی دادن تا کسی ازشون استفاده نکنه. کرین همین اطلاعاتو داره و برای همین مبارز هایی از سراسر دنیا رو گرد هم آورده تا آیتم ها رو جمع کنن تا اینطوری دست شادولو بهشون نرسه. همه مبارز ها به جز ریو قبول میکنن به کرین کمک کنن. ریو هم به پیشنهاد کن تصمیم گرفته به تمرینات خودش ادامه بده. وقتی مبارز ها در طول دنیا دارن برای پیدا کردن این آیتم ها جستجو میکنن، بارها بهشون توسط افراد شادولو و یه خدای باستانی به اسم نکالی حمله میشه که میخواد روح قوی ترین مبارز ها رو جذب کنه. در طول یه مبارزه کمی خاخرش دیکپریو شکست میده و دستگیر میکنه، اما چون میدونست که بایسن دیکپریو شستشوی مغزی داده اونو به پلیس تحویل نمیده و با کمک جوری فراریش میده. با به دست آوردن همه آیتما مبارزا به مقر شادولو حمله میکنن و تمام ماهواره ها رو از کار میندازن.
ولی از بایستان افراد شکست میخورن و برای همین عقب نشینی میکنن. فنگ یکی از کسایی که توی بازی دستگیر کرده بود، یعنی لیفن رو تهدید میکنه که ماهواره رو خاموش کنه تا روی زمین بیفتن و اینطوری طی 24 ساعت 6 تا شهر مهم دنیا از بین بره و ترس و وحشت همگانی به وجود بیاد. ریو از تمرینات خودش برمیگرده و اول اون خدای باستانی یعنی نکالی رو شکست میده. بعدش همراه با بقیه برای بار دوم به شادولو حمله میکنن. رشید میفهمه که دوستش چند وقت پیش توسط فنگ کشته شده، اما با سرنخی که برای رشید جا گذاشته بود اون میتونه از سقوط ماهواره ها جلوگیری کنه. چارلی با وایسن مبارزه میکنه و ازش شکست میخوره، اما خودشو قربانی میکنه تا بخش زیادی از قدرت وایسن رو از بین ببره. این بار ریو در مقابل وایسن قرار میگیره و موفق میشه اونو برای همیشه بکشه. چون لیفن رو میگیره و همراه با همه جنگجوها از مقر شادولو که داره نابود میشه فرار میکنن. تمام کسایی که شستشوی مغزی شده بودن کنترل خودشونو به دست میارن و رشید یه پیام از دوست مردش پیدا میکنه که بهش میگه بهتره به زندگی ادامه بدی. در همین حین هلن میشه اربابش گیل برمیگرده. گیل میگه اون بالاخره نظمو به دنیا برمیگردونه و بعد به هلن میگه که دنبالش بره. استریت فایتر 3. توی این بازی سالهاست که دیگه خبری از شادولو نیست، ولی این بار یه دشمن جدید ظاهر شده، همون گیل که یه فرقه به اسم ایلومینیتی اونو با عنوان خدا میپرسته. گیل میخواد یه مدینه فاضله درست کنه که توش نظم حکم فرما باشه، که خب این موضوع همیشه باعث به وجود اومدن مشکلات بیشتری میشه. بازی این بار در مورد یه پسر جوان به اسم الکسه که میخواد از گیل انتقام بگیره، چون که دوستش با گیل مبارزه کرده و بعد از شکست توی بیمارستان بستری شده. نه اینکه گیل کار بدی کرده باشه، فقط الکس خیلی کرده خره. اون میتونه بالاخره در مقابل گیل قرار بگیره و اونو شکست بده. این پیروزی به شدت الکس رو تغییر میده و اون تصمیم میگیره در طول دنیا بگرده و با ریو مبارزه کنه. خب بچه ها، این هم از تاریخچه استریت فایتر. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. خیلی مطمئن نیستم که این بازی به اندازه مورتال کمبات یا تیکن توی ایران طرفدار داشته باشه، اما با این حال بهتر بود که داستانشو براتون درست میکردم. اگه از ویدیو راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار. اگه تاریخچه‌های بیشتری میخواید این ویدیو رو تماشا کنید.